سلام خوش اومدید به کلاس درس در این ویدیو میخوایم با همدیگه با تعریف رسمی و دقیق حد خیلی خوب آشنا بشیم من خودم وقتی دبیرستان بودم اصلا این تعریف رو دوست نداشتم چون به نظرم خیلی پیچیده میومد راستش رو بخواید هنوز هم دوستش ندارم چون به نظرم خیلی خسته کننده میاد اما چون خیلی از قضایه های مهم حد توسط این تعریف اثبات میشن ما لازم داریم که یک بار برای همیشه این تعریف رو یاد بگیریم باهاش یک مثال حل بکنیم و بعد برای همیشه بذاریمش کنار و بریم سراغ اون قضایه که از طریق این تعریف حد اثبات میکنیم و از اونها استفاده بکنیم برای محاسبه حدهای مختلف خب دیدیم که تعریف خودمونی حد وقتی که من میگم لیمیت x به سمت a fx مساوی میشه با l این هست که من میتونم fx رو هر چقدر میخوام به l نزدیک بکنم به شرط اینکه به من اجازه بدی x رو هر چقدر میخوام به a نزدیک بکنم یعنی چی در حقیقت ریاضی این حرفی که من زدم چی میشه ریاضیش این میشه که به ازای هر این علامت به ازای هست به ازای هر اپسیلونی بزرگتر از صفر که شما به من بدید من میتونم یک دلتایی بزرگتر از صفر به شما معرفی بکنم که فاصله fx از l یعنی فاصله fx از اون حدش کمتر باشه از اپسیلون اگر فاصله x از a کمتر بشه از اون دلتایی که من به شما معرفی میکنم بنابراین داستان از این قراره که من برای اینکه اثبات بکنم fx حدش در x به سمت a میشه l به شما میگم که شما هر عددی دوست دارید به من بدید یک عدد خیلی خیلی کوچیک و از من بخواید که فاصله fx از l از اون عدد کوچیک‌تر باشه در این صورت بازی این طور پیش میره که من به شما یک دلتای معرفی میکنم که اگر فاصله X از A یعنی اون عددی که داریم حد رو در اون نقطه حساب میکنیم کمتر بشه از اون دلتایی که من معرفی کردم این شرطی که شما خواستید برقرار بشه اگر این بازی به درستی انجام بشه یعنی به ازای هر اپسیلونی که شما معرفی کنید من بتونم یک دلتا معرفی بکنم که این شرط رو برقرار بکنه در این صورت حد اف ایکس به سمت ای مساوی ال میشه قبل از اینکه بیشتر گیجتون بکنم بذارید بریم یک مثال حل بکنیم تا همه چی براتون شفاف شفاف بشه تابع اف ایکس مساوی با 2 ایکس علاوه 4 رو در نظر بگیرید و فرض بکنید که ما میخوایم با همدیگه حد x به سمت 3 fx رو حساب بکنیم و ببینیم چی میشه خب اول از همه این که من ادعا میکنم این عدد میشه ده برای این کار ازتون میخوام که ویدئو رو متوقف کنید یا حداقل بعد از ویدئو این کار رو بکنید برید این تابه رو در گوگل جستجو بکنید و ببینید که وقتی که خیلی خیلی به سه نزدیک میشید این تابه خیلی خیلی به ده نزدیک میشه یا اینکه به کمک ماشین حسابتون یا به صورت دستی x رو خیلی خیلی به سه نزدیک بکنید و ببینید که FX خیلی خیلی به ده نزدیک میشه حالا من میخوام اثبات بکنم که این ادعام درست هست یعنی حد اف به سمت سه مساوی با 10 میشه برای این من باید چیکار بکنم برای این من باید نشون بدم که به ازای هر اپسیلونی که شما به من معرفی میکنید و بزرگتر از صفر هست من میتونم یک دلتایی به شما معرفی بکنم که اون هم بزرگتر از صفر به نحوی که فاصله Fx منهای 10 کوچکتر بشه از اپسیلون اگر فاصله x از 3 کوچکتر باشه از اون دلتایی که من به شما معرفی کردم اگر من بتونم به ازای هر اپسیلون یک چنین دلتایی معرفی بکنم کار تمومه و من اثبات کردم که این حد برابر با 10 میشه خب بیایید ببینیم این شرطی که میخوایم اینجا برقرار بکنیم چی هست اصلا این شرط اینه که Fx x یعنی 2x به علاوه 4 منهای 10 میخوام کوچکتر از اپسیلونی باشه که شما به من معرفی کردید و من میخوام برای این شرط یک دلتا پیدا بکنم خب این نتیجه میده که دو ایکس منهای 6 باید کوچیک‌تر باشه از اپسیلون و این نتیجه میده که دو در x منهای سه قدر مطلقش باید کوچکتر باشه از اپسیلون اینجا میبینید که من دارم به صورت دائم از روش حل معادلات قدر مطلق که در کلاس درس شیما اونها رو درس داده و من حتما از اتون میخوام که اون ویدئوها رو ببینید قبل از این مبحث استفاده میکنم و بنابراین خیلی خیلی لازمه که شما تابع قدر مطلق و این مباحث رو قبل از حد بلد باشین خب این چه نتیجه ای می میده؟ باز من اگر ادامه بدم این نتیجه میده که باید x منهای سه کوچکتر باشه از اپسیلون دوم بنابراین در این بازی وقتی که شما به من یک اپسیلون معرفی میکنید مثلا میگید اپسیلون من هست یک در این صورت برای اینکه این شرط شما برقرار باشه یعنی فاصله f از ده کمتر باشه از یک باید قدر مطلق x منهای 3 کوچکتر باشه از یک تقسیم بر دو یا پنج هزارم خب حالا من ادعا میکنم که اصلا کار تمومه چرا این ادعا رو میکنم چون من اصلا ادعا این هست که این اپسیلون دوم همون دلتایی هست که ما سراغشیم داریم سراغش رو میگیریم چرا پس اسم اینو من میذارم مرحله یک چرا چون شما اگر بیاید و این شرط رو این شرط اینجا رو یا این شرطی که من الان اینجا نوشتم رو به ازای دلتا مساویه با اپسیلون دوم چک بکنید خواهید دید که این شرط برقرار خواهد بود و این کاری که من الان میخوام در مرحله دوم انجام بدم من میگم x منهای 3 کوچکتر از دلتا اگر باشد پس اگر x منهای 3 کوچکتر از دلتا باشه یا به عبارتی اگر قدر مطلق x منهای 3 کوچکتر باشه از اپسیلون دوم من نتیجه میگیرم که دو در قدر مطلق x منهای 3 باید کوچکتر باشه از اپسیلون از این من نتیجه میگیرم که قدر مطلق x منهای 6 باید کوچکتر باشه از اپسیلون اینها همه چیزهایی است که در معادلات قدر مطلق شما اونو یاد میگیرید و من از این نتیجه میگیرم ببخشید دو ایکس من های این دو رو من باید در ایکس هم ضرب بکنم از این نتیجه میگیرم که دو ایکس به علاوه چهار من های ده باید کوچکتر باشه از اپسیلون به ازای شش من نوشتم فقط به ازای منفی شش نوشتم چهار من های ده و خب میبینید که اصلا کار تموم هست،, تموم هست دیگه چرا؟ چون این دقیقا همون عبارتی است که من اینجا دنبالش میگشتم ببینید چه اتفاقی افتاد الان شما هر اپسیلونی اگر به من معرفی بکنید پس شما میاد یک اپسیلون دلخواه به من میدید من بهتون میگم دلتا رو قرار بده با اپسیلون دوم و این شرط حتما برقرار خواهد بود چون اگر دلتا رو قرار بدی با اپسیلون دوم طبق این خطی که من اثبات کردم حتما اف ایکس منهای ده کوچکتر از اپسیلون خواهد بود بنابراین به ازای هر اپسیلونی که شما به من معرفی کنی به ازای هر اپسیلونی که شما به من معرفی بکنی من به شما یک دلتای معرفی خواهم کرد که اینجا برابر با اپسیلون دوم یا حالا در حالت کلی هر دلتایی کوچکتر از اپسیلون دوم هم این کار رو خواهد کرد اما اپسیلون دوم هم کار منو راه میندازه من به شما میگم دلتا رو قرار بده با اپسیلون دوم و این شرط برای شما برقرار خواهد بود یعنی اگر شما x منهای سه رو از اپسیلون دوم کوچکتر فرض بکنی در این صورت fx منهای 10 قطعا کوچکتر از اپسیلون خواهد بود و بنابراین حد fx x به سمت سه مساوی 10 چیزیه که الان به صورت کاملا دقیق اثبات شد خب میدونم که این جلسه کمی دشواره من حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اگر متوجه نشدید یک بار دیگه این مراحل رو با خودتون مرور بکنید و اگر بتونید نشون بدید یعنی در حقیقت اگر بتونید به صورت دقیق اثبات بکنید که حد تابع mx به علاوه n که m و n در اون دوتا ثابت هستن هر عددی که دوست دارید وقتی که x میره به سمت a مساوی هست با m ضرب در a به علاوه n به همین روش دقیقا با همین مراحل شما میتونید این رو نشون بدید اگر این رو بتونید نشون بدید یعنی این مبحث رو کاملا متوجه شدید در ویدئوی بعد مبحث حد رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد